منم حالا سلام، امیدوارم که خوب و سلامت باشید. در جلسه امروز نکات مهم از درس 13 و 14 را میگیم. قبلا معنی روان ساده و روان این دو درس را در اختیارتون گذاشتیم. در جلسه امروز سعی میکنیم نکاتی که در امتحانه پایانی و اینطور امتحان سراسری ازشون استفاده میشه بیان کنیم، انشاءالله که بتونه براتون مفید باشه. درس 13 از شاهنامه فردوسی انتخاب شده و از ادبیات حماسی این درس انتخاب شده، درس 13. نحوه خواندن درس 13 و یا مطالبی که ما موقع خواندن ابیاتی که از شاهنامه فردوسی انتخاب شده باید مد نظر داشته باشیم، تقریباً به شکل فهرستوار اونا را می‌نویسه. پس موقعی که از شاهنامه فردوسی انتخاب کردن، ما معنی دقیق بعضی از واژه ها را باید بدونیم، با توجه به همون عصر و روزگاری که فردوسی از این واژه ها استفاده شده. هر ادبیات حماسی شما با واژه های برخورد میکنید که معنی امروزیشون خیلی متفاوت هست با اون معنی که در ابیات دارند یا معنی که در اون عصر و روزگار استفاده میشده. تو این درس هم به همچه واژه هایی میرسید. واژه هایی مثلا فرض کنید آهنگ که در گذشته به معنی قصد و تصمیم و از مراده استفاده میشد، ولی امروز اصلا همچین معنی استفاده نمیشه. معمولا این واژه ها در ترانه سال یک نظر خاصی به این واژه ها دارند که اصطلاح در قسمت تحول معنایی مورد بعدی اون شخصیت های داستان که انتخاب شده از شاهنامه بشناسیم، که یک ذهنیت نسبت به اون شخصیت ها داشته باشیم و اون رابطه و نسبتی که با هم دارن باز به همین شکل. اجزای دستوری رو باید بتونیم تشخیص بدیم، بیت ها معمولا اجزاشون که جابجا شده، نقش دستوری بعضی از واژه ها خیلی مهم هست که بدونیم این واژه چه نقش دستوری داره. حتی در گروه افعال را بعد که درس رو با هم مرور کنیم نشون داده میشه که فرض کنید ماضی استمراری در بعضی از ابیات به صورت و شکلی اومده که امروزه کاربردی نداره. ما باید بتونیم تشخیص بدیم که این فعل ماضی استمراری هست. باید صفتهای جانشین اسم رو بدونیم. در ابیات شاهنامه باز یا همون ابیات حماسی خیلی از جاها صفتها اومده جانشین موصوف شده، جانشین اسم شده و باید بتونیم تشخیص بدیم که این صفت در از جانشین کدوم موصوف هست، جانشین کدوم اسم هست. یکی از مواردی که اگر سوالات سراسری را هم دقت کنید زیاد تو طرحان سوالات این موارد را تکرار کردنه، تشخیص زمینه حماسی هست. یعنی حماس زمینه داستانی داره، زمینه قهرمانی داره، زمینه ملی داره، زمینه خلق عادت داره. بعد از بیت ها رو باید بتونیم تشخیص بدیم که الان این بیت انتخاب شده در کدوم یکی از زمینه های حماسی قرار میگیره. مثلا اگر اشاره کنه به مثال ماوراء طبیعه یا مثل سیمرغ یا روینتنی اسفندیار، عمر هزار ساله زال، خب اونو میاریم تو قسمت زمینه خلق عادت قرار میدیم، یا بدونیم که یک بیت باید چه ویژگی‌هایی داشته باشه تا اونو بتونیم
جز زمینه ملی قرار بدیم یا داستانی یا قهرمانی. در ابیات یا ادبیات حماسی بیتهایی که از شاهنامه انتخاب میشه، یکی از مواردی که زیاد به چشم میخوره شبکه معنایی هست. که شبکه معنایی یعنی که ما بتونیم چند واژه را در یک مجموعه قرار بدیم که این واژه ها به نوعی در ارتباط با هم باشن، از نظر کار، از نظر صفت، از نظر مکان. ما یک رابطه بین این چند واژه باید بتونیم برقرار کنیم، این چند واژه را در یک مجموعه قرار بدیم. یعنی شبکه معنی در واقع همون تناسب هست، یا به نوعی میشه همون مراد نظیر هم در نظر بگیریم. پس اگه شبکه معنایی را از شما خواستن که توی این بیت تشخیص بدید، فرض کنید تو بیت کلمه خنجر اومده باشه، تیر اومده باشه، کلمه گرز، سنان یا نیزه، اینا را میگن که یک شبکه معنایی با هم تشکیل دادن. یعنی ما تمام اینا را میتونیم در یک مجموعه قرار بدیم و بگیم که همه اینا ارتباطشون با هم از این نظر که ابزار و وسایل جنگ به حساب میاد. به یا این شبکه معنایی ما در غیر از ابیات مثنوی و شاهنامه، در ابیات غزل هم میتونیم ببینیم. فرض کنیم وقت صحبت از بهار هست، نسیم هست، صحبت از غنچه هست، فروردین صحبت میشه، صحبت از گل میشه، خب همه اینها میان با هم یک تناسب، با هم یک شبکه معنایی رو برقرار میکنن. از این راست ما میتونیم این واژه ها در یک مجموعه قرار بدیم. ممکنه اسم ستارگان رو آورده باشه، ممکنه اسم لباس های مختلف اومده باشه تو اون سطر، تو اون بیتی که انتخاب شده. پس منظور از شبکه معنایی این هست. مورد دیگه که در ابیات انتخاب شده به چشم میخوره، خب شاهنامه حالت روایی داره، حالت داستانی داره. وقتی ابیات انتخاب شده حالت روایی یا داستانی داشته باشن، در خیلی موارد بیت ناقصه و معناش با بیت بعدی و یا حتی با 3-4 بیت با همدیگه معناشون کامل و تموم میشه که درشون رو یه موقوف بای معانی. پس در شاهنامه موقوف بای معانی هم ها زیاد میبینیم در ابیاتی که انتخاب میشه. و یا اغراق که از عناصر اصلی شاهنامه هست، یعنی جاهایی که اون مطلب خیلی بزرگ شده، طوری که دیگه دور از ذهن میرسه و یا ذهن میتونه به سختی اونو باور کنون، رو اغراق میگن که جز عناصر اصلی شاهنامه است. شما اگه اغراق از شاهنامه بگیرید، چیزی برای شاهنامه و یا ابیات حماسی باقی نمیدن. مورد دیگه هم هست که این مرور بر ابیات اونها اشاره میکنیم از نظر دستوری و یا اگر نکته مهم دیگه هم باشه در بیت ها میگیم. بعد از مقدمه کوتاهی که گفته شد به بررسی ابیات میپردازیم. به خاطر که وقت زیاد گرفته میشه بیت ها فقط نکتهاشون میگیم. بعضی از بیت ها بعد در کانال خوانده نمیشه. گفتیم که شخصیت ها باید یه شناختی نسبت بهشون داشته باشید. اینکه مثلا گجرم کی بوده، خوجیر کی بوده، یا نسبتی که با هم دیگه داشته. در بیت اول ما زیر واژه انجمن خط میکشیم. تفاوت معنایی در واژه های ابیات حماسی زیاد هست. مثلا با توجه به اون مصرع یا بیت باید تشخیص بدیم که این واژه در کل معنیش استفاده شده.
مثلا انجمن به معنی گروه هست، به معنی جلسه و مشورت هست، به معنی مردم و بازار و شلوغی اومده در حماسه، به معنی استفاده و نشکر. همینجور زیر یکی آخری ما خط کشیدیم به این معنی کردن انجمن، به این معنی استفاده شد. نمی خواهد باید نسبت به معنی ها اون دقت لازم رو داشته باشیم، به خصوص وقتی که سوالات به شکل چهار گزینه‌ای باشه. در بیت دوم زیر کلمه جنگ مسرال دو خط کشیدی، وقتی که یک متمم همراه دو حرف اضافه بیاد، یعنی یه حرف اضافه قبل و یه حرف اضافه هم بعدش قرار گرفت، این برای قرابت ها، برای روان خواندن، این که این بیت رو دقیق بخونیم و مفهوم پی ببریم، بخصوص اگر بیت از قصیده یا غزل گذشتگان انتخاب شده باشه که یک متعمل همراه به حرف اضافه مده باشه، مهم هست. معلومن به اینجا اسم نمشتیم، اینجا در هست یا اندر هست و یا اندرون، که اینجا صدش حتی در واقع یک حرف اضافه بیشتر نیستن، یکی قبل از اسم، یکی هم بعد از اسم، پس متعمل داریم با حرف، با دو حرف اضافه. خیلی موافقم که به اتای بعد میرسیم، حرف بر هست، حرف اضافه بر به جدی یکی از این حروف اضافه دستی. در بیت سوم مرجع ضمیرها را باز بتونیم بشناسیم، ممکنه مرجع ضمیر در همون بیت اومده باشه، ممکنه در ابیات قبلی اومده باشه، مثلا شنان من شامر زکار اوچیک، این بدونیم که این شعر با کدوم اسم برمیگرده. و در اداد تشبیه ما معمولا با مثل و مانند بیشتر آشنا هستیم، نباید این تصور مثل مانند و چون، نباید این تصور پیش بیاد که فقط اینا میتونن اداد تشبیه قرار بگیره، در دریاد گذشته باشه های دیگه هم به عنوان اداد تشبیه قرار میگرفتن که باید حواسمون به اون واژه هم باشه. مثلا اینجا به کردار قیل یعنی مثل و مانند قیل، لنجه اداد تشبیه هست، اونم مشابه هست، رنگ چهرهش مثل قیر سیاه شد. و واژه هایی که گذشته بودن امروزه دیگه کاربردی ندارن، یعنی جز تحولات معنایی واژه، مثلا یک کلمه در به معنی ذره یا لباس و پوشش جنگی. پس وقتی ما صحبت میکنیم از اینکه مثلا یک بیت آورده میشه و بهتون میگه که کدوم واژه دچار تحول معنایی شده، یعنی اون واژه از بیت انتخاب کنید که امروزه متروک هست، امروزه اصلا کاربردی نداره، ولی در یک عصر یک دوره کاربرد داشته، و یا یه واژه انتخاب میکنید که امروزه معنای دیگه پذیرفته و در معنای گذشته اصلا اون استفاده نمیکردنه، و یا ممکنه واژه معنی گذشته و امروزش یکی باشه. اما این در گفتیم که متروک شده، امروزه هیچ کاربردی نداره، ولی مثلا اینجا در بیت بعدیمون واژه کمر در شاهنامه هر جا که میاد مجاز از کمربند هست، یعنی هر جا استفاده میشه منظورش کمربند، در حالی که این واژه هم به چار تعبود معنایی که شده، امروزه ما کمر رو به معنی کمربند استفاده نمی کنیم.
صفتهای جانشین اس بهش اشاره کرده، گفته که هر جا صفت جانشین اس نامنصوب شده اونم میتداری که ما دقت کنیم. حالا اینجا باد پاک استفاده کرده به معنی اصل هست، اصلی که چابک هستی که خیلی تند و سری هست و خیلی از جاهات بیتهای بعدی هم بهش برخورد میکنید، به جایی که بگه اصل بادپا، اصل که موضوع هست هست میشه و بادپا که صفته میاد جانشین هست میشه و اون نقش دستوری را میپذیره، چون دیگه حکم اسم رو پیدا میکنه. خب این بیت یه این قسمت چه داریم؟ اینجا هم باز به همیشه چون که اینجا اومده یعنی مثل مانه، ولی اینجا چه سهراب که آورده به معنی وقتی که انگار میکنه. پس همین که معنی متفاوت شد خودش عنوان متفاوت معنایی باید اون رو در نظر بگیریم. قبلا در کلاسه حضوری هم اشاره کردیم متفاوتهای معنایی که همیشه بر اهمیتش تأکید میکنیم، یا از گروه اسمی انتخاب میکنن یا از گروه عرفی انتخاب میکنن یا گروه فعلی. گروه عرفی مثلا اینجا چه هست، اینجا چه که اون مخفف چون هست، و یا بعض موقع از اگر و گر هم استفاده شد. پس اینجا هم نسبت به این دکار اون دقت داره. در بیت بعد که گردان خدا مند هستند، اینجا فه بعدش واب آمده، بنابراین او به خیه هست به فه رو به قرینه لفظی داریم که گردان خدا مند و جنگاوران خدا مند، میشه هست به فه به قرینه لفظی، چون لفظ فه رو قبلش داشت. یه موردی داشتیم شیوه بلاغی بود و شیوه عادی، گفتیم اگر اجزای مصرا یا بیت به هم ریخته باشه اونو میگیم شیوه بلاغی. مثلا فعل اول قرار گرفته، نهاد بعدش مورد مفعول متمم مسند جا به جا شدنه، اون میشه شیوه بلاغی. ولی شیوه عادی یعنی این که همه اجزای بیت یا مصرا جای خودش هست. مثلا شما شیوه عادی در ابیات غزل خیلی کم می‌بینید، ولی شیوه عادی در منظومه ها زیاد دیده میشه، در موقعی که به شکل داستانی یا روایت داره بیان میشه شما شیوه عادی رو زیاد می‌بینید. یکی از اونها شاهنامه فردوسی هست که در قالب مثنوی سروده شد. مثلا اینجا شما نگاه کنید، شد دخت که من دفتن او را بده، نه همه چی جای خودش قرار گرفت. و یا این بیت به سهراب بر تیر باران گرفت، قد نهادش محذوف هست. اما اگر این بیت رو نگاه کنیم، فعل جمله ابتدا قرار گرفته و نهاد بعدش اومده، نگه کرد سهراب، نیت سهراب که نهاد جمله ما هست، بعد از فعل که یکی از اجزای اصلی جمله مونه اون رو قرار گرفته. بنابراین اینو ما شیوه بلاغی حساب میکنیم، چون ارکان جا به جا شده. خب مورد بعدی که لازمه گفته بشه، اینجا هم سهراب یک متهم هست با دو حرف اضافه. در توضیح چند دقیقه قبلمون گفتیم حرف دوم میکنه اندر در باشه و یا بر باشه، مثل بر یه اهمیت دیگه هم داره که در ابیات بعدی بهش میرسیم، با اون که بر همیشه حرف اضافه نیست،
موقعی که در معنای سینه یا قلب باشه بر جز گروه اسمی قرار میگیره. در این ادبیات و آخر پایان درس که دقت کنید آرای مجاز هم ما زیاد میکنیم ببینیم آرای کنایه آرای مجاز مثلا چپ و راست به این قسمت عنوان مجاز هست، یعنی مجاز از هر طرف هست. حرف را اومده این چنده هر جهت و را میبینیم به صورت مفعول استفاده شده، ولی در ابیات بعدی میبینید که را حرف اضافه دستوری هست و به معنی به یا از استفاده شده. یه ضمیر ش به این بیت هست و یه ضمیر ش هم میشه. نبود مرغ را پیش تیرش گذر، این در جای اصلیش استفاده شده، پیش تیر. ولی اینجا در جای اصلیش استفاده نشده، نگر که سهراب و ننگش آمد، یعنی زمین جای اصلیش بعد از ننگ هست. در تشخیص زمین های متصل مثل شر و مر و زمین ته این که بدونیم جای اصلیش کجا بوده مهم هست و خیلی موارد فقط جای اصلیه که به ما کمک میکنه. سهراب شیر و جن در این گیت میبینی مصطفا صفت هست. صفت از دو کلمه تشکیل شده گویی مورد، پس میشه مرکب، صفت مرکب. شیر و جن یعنی افکننده یا اوژننده شیر. وقتی این پسوند اضافه میشه یعنی اون صفت فائدی هست، به چون الان این پسوند نواره بنابراین بهش مرخم هم میده. شیروژن میشه صفت فائدی، مرکب چون دوتا هست مرخم هم به خاطر که این قسمت محصول. خیلی مواقع خود صفت فایلی جمعه شد و موصوب میشه، اینجا چون دو تاش استفاده کرده همراه با موصوب هستن، هیچ کدومش جانشین موصوب نشده. یعنی توی این قسمت هم که شما صفت فایلی ببینید دخته کمر رفتن افکننده کمر، باز هم یک ترکیب وصفی یا اینجا صفت فاردی مرکب مرخم هست. هم باز یکی از ارکان تشبیه عدد تشبیه برسانه به معنی مانند میبینید که امروز کاربرد نداره به اون شکل در سروده های امروزی. و این بیت زیر این ما خط کشیدیم قسمت هم همیش، یعنی برد یکی عبدی که اومده با عنوان حرف اضافه دستوری هست، ولی یکی دومی به معنی سینه به معنی پنجو، بنابراین اینجا میشه اسم، یعنی یاد جز گروه اسمی قرار میگیره، اضافه قردش نده و نقش رو مکمل هم بهش داره. شبکه معنی که در مقدمه بهش پرداختیم الان تو این چنده ما بخواییم یه شبکه معنی بنویسیم. انان هست، انان و سنان، تیر، یعنی همه تو یک گروه قرار میگیره. نیزه باز به همین شکل میان و یک مجموعه از ابزار و آلات جنگی رو نشون میده. این یکی بیت واژه برخواست از نظر املایی مهم هست. واژه برخواست با اون برخواست
بعضی موقع واژه ها خیلی ساده هستن و از این واژه های ساده طرح سوال استفاده میکنه در املا، مثلا چهار تا بیت از شاهنامه انتخاب میکنه، هر چهار تا برخواست به یه شکل هست و شما با توجه به معنی بیت و یا با توجه به یکی از واژه ها که به اصطلاح میتونه کلید باشه، میتونه چهار سبز باشه، متوجه میشید که این برخواست درسته یا نه. الان توی این بیت واژه گرد، گرد و غبار، خاک به معنی بلند شدن از گرد و غبار خاک بلند میشه، میتونه یک کلیدی باشه، چراغ سبزی باشه که این برخواست باید با این صورت نوشته بشه. در لایه بعد که گفتیم سه تا، یکی حرف اضافه هست، یکی اسم هست، یکی هم پیشمند فعل، برداری، برکشی، وقتی قبل از فعل قرار بگیره به اون فعل از نظر ساختاری یا ساختمانی فعل پیشمندی گفته میشه. فعل ساده داریم، فعل مرکب داریم، فعل پیشمند. واژه‌ها در مقدمه اشاره کردیم که فقط اون اصلی که فردوسی خودش بوده واژه‌ها و معنیشون رو در نظر بگیرید. مثلا این چارگر اون معنی مثبت امروزی نداره، به معنی کسی که اندیشه میکنه، فکر میکنه. اینجا به معنی مکر و فریب هست، کسی که اهل نیرنگ و دروغ هست. بنابراین کاری به معنی امروزی شخصی نه. یه واژه دیگه که نیاز هست و توضیح بدیم واژه آورد هست. این آورد خیلی مهم هست که ما بتونیم تشخیص بدیم کجا از نظر ساختمانی متفاوت هست یا از نظر دستوری کجا آورد را باید جزء گروه اسمی قرار بدیم و کجا آورد فعل هست. الان اینجا آورد اسمه، به معنی جنگ، به معنی نبرد، بنابراین اصلا به گروه فعلی قرار نمیگیره. یکی از نشونه‌های خیلی واضح که آورد اینجا اسمه اینه که حرف اضافه قبلش قرار گرفته، حرف اضافه دستوری به قبلش قرار گرفته و آورد که میاد بنابراین نقش متعممی بهش داره. واژه‌های دیگه هم داریم که هم در گروه فعلی قرار میگیرن و هم در گروه اسمی. اون واژه رو ما فقط باید کاربردش رو در جمله در نظر بگیریم. مثلا واژه دیده هم میتونه اسم باشه و هم میتونه صفت مفعولی. ما خارج از جمله نمیتونیم درباره این قضاوت کنیم، با توجه به اون جمله که استفاده شده میتونیم تصمیم بگیریم که این دیده به معنی چشم هست، یعنی جز گروه اسمی هست، و یا نه به معنی دیده شده، مشاهده شده، که اونو بذاریم تو گروه صفت مفعولی. تو این قسمت هم دوباره واژه چاره استفاده کرده ایم که گفتیم کاربرد امروزیش کاری نداریم، باز به معنی مکر و فریب هست. یه جای اشاره کردم که حالت روایتی و داستانی که پیدا کنه شما حتما موقف معانی را میبینید. مثلا توی این بیت دقیقا با بیت بعدی میاد و موقف معانی رو تشکیل میده، حرف ناقص ادامه حرف میاد توی این بیت قرار میده. فعل گفت تو هر بیتی که قرار بگیره جمله یا جمله‌های بعدی ما میتونیم با عنوان نقش مفعول در نظر بگیریم. بعضی موقع مفعول‌ها ترکیبی هستن، مثلا یک بیت از انتخاب میکنن و میگن به این بیت چند تا مفعول به کار رفته، شما جمله یا جمله‌های بعد از گفت با عنوان
مفعول باید در نظر بگیرید. ممکنه تو خودمون جمله باز مفعولی استفاده شده باشه. بین بعدی کلمه آهنگ داریم، اینجا به معنی قصد هست، به معنی تصمیم و عزم، که بازم یک تفاوت معنایی داره با اون آهنگی که ما امروزه با کار می‌بریم. و تو این بیت واژه عبر هست و عبرانه را آمد که در شاهنامه چندین جا استفاده شده. یه جایی به معنی اصلی خودش همون ابری که در آسمون هست، ولی اگر ابر به معنی اصلی خودش نباشه و به معنی هوا و آسمان باشه، اونجا حتما برمان مجاز در نظر گرفته میشه. مثل این بیت به انسان و ابر اندر آورد گرد، اینجا هر به معنی آسمان پس مجاز نیست. فکرم یه بارم برمان سوال استفاده کرده بودن این واژه را، در چهار بیت تکرار شده بود و میخواست که داوطلب تشخیص بده تو کدوم بیت ابر در معنی حقیقی خودش استفاده شده و یا با اون ستا امر از نظر معنی متفاوت را داره. در باره تضادها، بعضی موقع تضاد خیلی واضح نیست و نیاز به معنی هست. البته اینجا هم تقریبا واضح هست، مثلا واژه آشتی با خوردن جنگ اومده یک تضاد رو تشکیل داده. اگه تو ابدان پایانی بیتی از ما بیتی دادن و از ما خواستم که رابطه معنایی کلمه ها رو با هم بنویسیم، اون رابطه میتونه ترادف باشه، میتونه رابطه تضاد باشه، میتونه تضمن باشه. اینجا الان بین این دو کلمه از نظر رابطه معنایی ما رابطه تضاد رو میدونیم. و یا واژه‌ای که خیلی جاهن تو شاهنامه هم امروزه کاربرد مثبت دارن ولی بعضی موقع تو بیت قرار میگیرن، به اون بود منفیش در نظر باید گرفته بشه. مثل گفتگو، گفتگوی اینجا به معنی هنمه هست و معنی حرفهای نادرستی که گفته میشه. این گردافری به سورا میگه اگه صفا و لشکر تو متوجه بشه که من دختری هستم و به جنگ پهلوان بزرگی مثل تو اومده بودمه، حرفهای خوبی و پشت سرت نمیزنه. از نظر شیوه بلاغی و شیوه عادی هم کنارش گفتیم و میتونید راحت دیگه تشخیص بدید. کنون من گشایم چنین روی و مهر، یعنی مفعول اومده، مفعول به عنوان یکی از نقش‌های اصلی، اجزای اصلی بعد از فعل قرار گرفته و این خاطر این شیوه بلاغی هست. والی که اینجا استفاده شده چون بین دو تا اس روی و موی اومده، این واو ما میگیم وال عطفی، یعنی یه خط فاصله گذاشتیم معطوف. ولی اگر بین دو تا جمله یا قرار بگیره اون دیگه میشه واو رفتی، مثلا نشان کنون لشکر و دژ، بازم اومده از یک واو عطفی استفاده کرده. حالا اگه نقش دستوری موی را از ما بخوان، ما باید بنویسیم معطوف، و اگه روی اگر بخوان باید بنویسیم مفعول. یعنی اگر به ما بگن مفعول کدوم، شما باید این را انتخاب کنیم و این میشه معطوف یا عطف به مفعول. اما فعل آدم ماضی یا مضارع لازمه که بتونیم تشخیص بدیم. اگه مضارع هست کدوم یکی از مضارع التزامی هست افعالی، و اگر فعل ماضی هست کدوم یکی از ماضی ها هست. یکی از افعال ماضی که در گذشته ساخت
متفاوتی با امروزی داشته ماضی استمراری هست. این ماضی استمراری در گذشته به سه شیوه که ساخته می شد یا قبل از ریشه در بن فعل همی قرار می گرفت و یا می که می امروزه هم کاربرد داره و ماضی استمراری امروزه با همی پیشوند ساخته می شه و یا ای که بعد از ریشه و بن فعل قرار می گرفت و درس چهاردهم و نهاشو زیاد داری مثلا گفتی استفاده شده ولی می گفت معنی میده با عنوان ماضی استمراری ها بودی میده اینجا همی هست همی هست بس بگیم اون ضرورت های وزنی داشت که ایجاب می که اون نویسنده و شاعر کدوم می پذیر پیشوند ها را در نظر بگیر در بیت بعدی کلمه در عنوان اسم استفاده شده برای قرائت ها خیلی مهم هست که ما بدونیم این در حرف این بیت حرف دستوری نیست حرف اضافه نیست حرف در به معنی اسم اینجا در باره هست در صورت که اگه ما متوجه نباشیم و بگیم در باره از نظر دستوری وارد یک مقوله دیگه میشه باره هم به معنی قلعه و دژ دیوار محکم که استفاده میکردیم تن خسته خسته در بسیاری از ابیات شاهنامه به معنی زخمی باشه استفاده میشده از فعلهایی که مهم هست فعل شد هست خیلی از ابیات در معنای اسنادی هست خیلی از ابیات غیر اسنادی جز فعلهایی هم هست فعل شد که طراحان سوال یه نگاه ویژه بهش داشتن بخصوص وقتی با عنوان ردیف بیت قرار میگرفت کردن اینجا ردیف هست وقتی دو صورت سوال از ما بپرسم که کدام بیت از نظر ردیف کدام بیت متفاوت هست یا غیر اسنادی نیست شد و باشه شدن یا واژه مشتق از این باشه باید ببینیم کجا معنی رفتن میده یه معنی رفتن بود دیگه ما اون اسنادی در نظر نمیگیریم و رفتن مطمئنن وارد اون جمله شده الان اینجا در دجمه بستن یک جمله برگمگین شدن شدن خیلی اسنادی وقتی هم خیلی اسنادی باشه بنابراین حتما ما یک مسند نقش مسند در جمله داریم و یه بار هم اینجا اومده بعد از فعل هست جمله تموم شد بعد از فعل این باب ما میگیم باب رفتی به اصطلاح اومده جمله همپایی ساخته که توی جلسه جمله مرکب وابسته ساز از نور وابسته ساز و از نور همپایی ساز و اونجا توضیح میده یک قسمت نه همینجور پر از رمزل و بیلو خونیم شدن خونیم مسند و شدن هم فعل اسنادی هست حالا ممکن پر امکان پایانتر این بیت رو به ما بده و چند سوال از این بیت بپرسم یکی که مثلا دژ و غمگین خط بکشم و بگم از نظر دستوری چه نقشی دارم که گفتیم برای من خبش هر هزار کنم مطمئنه یا بگم آرایش رو مشخص کنید که راحت شما می‌رسید کنایه داره خیلی دیده خونی همیشه کنایه از رنج و غم و اندوه فراوان هست اینجا درباره دیده تو یکی دو دفعه پیش توضیح دادیم مثلا اینجا تو گروه اسمی قرار میگیره چون به معنی چشم هست خیلی از جا دیده میاد تو ابیات قرار میگیره و از صفت مفعولی هست مواردی که از ما بعضی موقع خواسته میشه تعداد جمله یک بیت هست
این که ما بتونیم تشخیص بدیم یه بیت از چند جمله تشکیل شده. ما کار برای تعداد تشخیص تعداد ابیات جمله جمله ابیات کاری به طولانی بودن اون بیت یا کوتاه بودن بیت نداریم. باید ببینیم فعل محذوف داریم یا نه، باید ببینیم چند تا فعل در جمله استفاده شده، بتونیم ارکان رو برگردونیم جای اصلی خودش، ببینیم چه به جمله استفاده شده یا نه، ببینیم منادا تو ابیات اومده یا نه. حتی این موارد ما میتونیم دقیق تشخیص بدیم که یه بیت از چند جمله تشکیل شده. مثلا با عنوان مثال بیت اول زازار بردافری را حجی پر از درد بودن برنا را پیر. برنا را پیر، برنا همین جوان، برنا را پیر بنابراین اونا خودشون یک تضاد را تشکیل میده. بعد وقتی ارکان را برگردیم جای اصلیشون، برنا را پیر میان و عنوان نهاد جمله قرار میگیرن. برنا و پیر از بازار گردآفری و حجیر پر از درد بودن. بنابراین تمام این بیت از یک جمله تشکیل شد. مورد بیت بعدی هم تو این ابیات به نظر میرسه باید گفته بشه کلمه دشت هست. بعضی از واژه ها مثل دشت، مثل ایران، مثل جهان، مثل عالم در شاهنامه با کار رفتن. یه موارد در معنی حقیقیشون استفاده شده، یه مواردی هم نه در معنی مجازی اومده استفاده شده. الان اینجا ما دشت رو دشت نبرد میدان نبرد سرای نبرد رو باید بگیم در معنی اصلی خودش استفاده شده. ولی خیلی از شاه هم داره مثلا در پایه دوازمان بزر سیاوش میرسید، اونجا دشت در معنی مجازیش هست، معنی اصلیش استفاده نشده. تشخیصشون راحت هست که کجا تو معنی مجازی نیست. یعنی اگر ما دیدیم دشت در جمله همراه تشخیص یا جانبخشی اومده، اونجا دیگه در معنی غیر حقیقیش هست یا در معنی مجازیش به معنی مردم استفاده شده. الان ما این بیت، این مصرع را اگر دقت کنیم می‌بینیم تشخیص تو این جمله یا جانبخشی دیده نمیشه. ولی اگر جانبخشی دیده میشد، اونجا دیگه ما باید دشت به عنوان مجاز از مردم در نظر بگیریم. یکی از حروف دستوری هم که رای وقتا مورد سوال قرار میگیره حرف را هست و نباید این تصور، این ذهنیت برای ما پیش بیاد که ما هر جای این حرف رو دیدیم اسم تر را به عنوان مفعول در نظر بگیریم. الان این بیت دقت کنیم چه سهراب را دید بر پشت زین وقتی گردآفری سهراب آمد. حالا اینجا سارا نقش مفعول داره، بعدش هم را آمده، ولی را نقش مفعول میتونه باشه، نشانه مفعول میتونه باشه، یه جای نشانه اضافی از حرف اضافه است، یه جای هم فک اضافه. تو را بهتر آید که فرمان کنید، یعنی برای تو بهتر. وقتی این را تو معنی خیلی روان و ساده تبدیل میشه به درایه، بنابراین اینجا ذکر تو نقش متمم داره و نمیتونیم اونو به عنوان مفعول در نظر بگیریم. ولی اینجا نه، اینجا اسم قبل میاد و نقش مفعولی رو پذیرفته. خب این نکته بود که درباره درس 13 چیزایی که به ذهن میرسیم و برای امتحان لازم هست که بدونیم گفته شد. انشاءالله در جلسه‌های بعدی نکته های درباره درس 4 که از مثنوی مولانا انتخاب شده و
این سری نکته های دستوری دیگه گفته میشه. موفق باشید.